ناحیه دروز را عادتاً دروازه بدخشان را میبرند و شاید به سبب هم نباشد. بازیافت‌های آرکئولوژی سال‌های اخیر گواه از آن می‌دهد که وادی درواز اساساً قسمتی که با بدخشان تعلق دارد، تاریخ پرغنوات را دارا می‌باشد. ضمن یک سفری کاری به این ناحیه ما به شهرک قدیمه کران رسیدار شدیم. پیشتر تا به این مکان رسیدم پای پیاده می بایست تا 3 کیلومتر راه را طی کرد. حالا باشد راهی را بنیاد کردند که با نقلیات به مشکلی برآمدن ممکن است. بالاخیر ما به مکان درکاری رسیدیم. یوسف شاه یعقوبوف از جمله مشهورترین و معروفترین بستانشناسان کشور و پرمسئولترین عالم ساحه را هنگام کار اینجا دریافتیم و صحبت را شروع نمودیم. کران از چهار بخش عبارت است. بخش اول، در بخش اول که در جای همواری است، الان شما ببینید، در اینجا بناهای جمعیتی بودند. یعنی میدان چوگان بازی، برج آتش، خب معبد آب که با مناسبت رود دایتیای نیک بخشیده شده است، در اونجا حوض است و محراب دارد. محراب به طرف همین رود دایتیا که امروز با نام پنج معلوم است نگرانده شده است. این قدیمیتی همین یادگاری را نشان می دهد که یادگاری تاریخی امروز دلیل گویم که به واسطه ما نداریم، ولی تشخیص های کربنی ما نکردیم، لیکن با همین دلیل ها ما می توانیم بگویم که کران تاریخی نکم از 3000 4000 دارد.
از این بلندی قسمت ناحیه درواز را چون کف دست دیدن ممکن است. در پایان دهه با نام روزوی، از طرف دیگر باشد دهه کیوران به نظر می رسد. از این بلندی که نزدیک به 1700 متر از سطح بحر است، ده ها کیلومتر و دهه ها گویا زیر نظارت شهری کرم باشد. خدی کرون در بلندی 1700 متر نمی دیش واقع است. خب بناهای جمعیتی در بلندی 1500 متر هستند. دخمه زردوشی در 1860 متر است، قریب 1900 متر است. در اونجا مرده ها را میگذاشتند، خب همون کرگس ها لاشخ را گوشتشون را میخوردند و از تخمه هاش را برمیگرداندند. اونجا ورچی بالا نام دارد، ورچی بالا و ورچی پایان با آورده میموندند. در ورچی پایان قریب ما 200 خانه یعنی فروردیک میگویند در اوستا، یعنی ناوس به زبان لاتینی و یونانی، در همونجا استخوان‌هاشون رو نگاه می‌داریم. ما یک چند دشک شدیم با اشتراک باستانشناسان ایران. خوب درهاشون کشادگی بودن و من استخوان‌ها مایده باقی ماندند و یعنی بطن یکان استخوان وجود ندارد. ترسیز دادم گفته است آشیان گرمی گذاری در بلندی ها گذار. بلندی این عرفیتی مردم آریاتبار است، چونکه هر چقدر آشیان بلند باشه همون خدا به خدا نزدیک است. به خدا نزدیک و در بالای کوهی شیشه سنگ ساخته شده است. این خودی کلمه شیشه سنگ کوارتزیت، این شیشه است، روشنی هست، یعنی این خودش یکی از عرفیت ها و چیزهای اساسی زردوشتی است. سفیدی روشنایی، یعنی این خودش بزرگ است، یعنی در همین بالای شیشه سنگ ارکی کرون ساخته شده است. همگی چند سال قبل این مکان به پشته بیجان مونن بود و جا جا دیواره های کهنه به نظر می رسید و خلاص، ولی در خیال کسی هم نبود که زیر این خاک خرابه های قلعه قدیمه محفوظند. ساکنان دهه های نزدیک به قلعه آن را همچون چراگاه استفاده می بردن. بعدتر از روی کارهای حفریاتی گذرانیده شده، این موضع به شهر قدیمه مونن شده. در آن باقی مانده های قصری، بناهای استقامتی و خواجگی، یادگاری های اعلای معماری و مثل برج آتش، ورزشگاه، مرکز عبادت و قربانی، هر گونه مصنوعات سفالی و سنگی موجود بوده است. در دوره های گذشته از بابا و بابا کلان ها تا به همین زمان آمده به نام قلعه کهنه معرفی می شد و کسی نمی دونست که در اینجا چی های و چه قلعه های گفته. یکونه یک تیپه خاک در همین بین زمین حضور داشت. از مکتب اکسکورسیا می آوردن تماشا های طلبه را گفته قلعه کهنه گفته به نام شاه شهرشاه اومده تماشا میکردیم. انا میدیدیم یک کوه کمر، یک زمینای خم، انا یگون چی در اینجا معین نبود. فقط دیواری درآمدگاهی که ما در شهری کلان داخل میگردیم همو بود معین بود که همین دیوار هست. انا میگفتن که همین درآمدگاه قلعه است، این گرد این قلعه محکم بود و راه ابریشم، راه به طرف خورق خطای و به طرف شرق غربی رفتگی همش همین راه بود. حاضر ما در قسم غربی دیج کرون نشستیم. این بخش سالهای 2012 و 2013 حفریات شده است. چی چیز در اینجا جالب است؟ یکم که بار اول همین خانه رقم یک پیدا کردیم که از اصلا از دو سه خانه عبارت است، یکیش خیلی کلان است و دو تا دیگر خرد است که شباهت به خانه های امروزی بدخشان دارد. یعنی اگر که ما خانه بدخشان را ببینیم و همان بالاش که پوشش چهار بخشه دارد، یعنی دریچه دارد، و همون خیلی مانند است. یعنی تخمین می رود که مثال هزار سال پیش یا کمتر از این دروازه خانه های دروازه ها هم به مانند خانه های بدخشان امروزه بودند. همین زمین ها را و دشت منو را میگیم از طرف دیگرش و همین را گندم کاری میکردن و علف دروی میکردن، مال گاو کم میموندن
بعد گذشته و گذشته به همین حالت اومد، اگنم کاریش موندن. بعد چراگاهی مالی گاوی کشلوق رزوی بودن. از طرف کشلوق کیورون چراگاه می آوردن مال گاو، از طرف ما بلا و پایانش کشلوق رزوی چراگاه. تا امروز تا سال 2012 همه که یوسف شایف یعقوب شایف اکادمیک اومدن کش و کشیوت سال کردن، تا همین زمان چراگاه بود. امروز که کشیوت سر شد، کفتکو پیدا شد که این یک خلای یک شهری بزرگی دوره قدیمه بود است. در اینجا شاه درواز در روزهای لازمی صحبت می‌آورد با سپاهیان، با اهل دربار، با مردمان عموماً مملکت. در هر یک صفحه یک بخش اجتماعی همون دعوت شدگان جایگیر بودند و اینجا ارک شاه هم هست، ارک شاه هم جای نشست شاه است، از همه بلندترین است و در این صفحه ها یعنی در روزهای لازمی یعنی صحبت می آورد، مجلس می کردند، انجمن می کردند. خوب صحبت هایی که مثال هر روزه برای ضروریت اداره نمودن دولت لازمی بود. خزینه شاهی که در قسمت جنوبی همین دیش جایگیر است، از خانچه های علاهیده عبارت است. یعنی جاهایی که نگاه داشتن گندم، جو، جواهرات. خوب در یکی از همون خزینچه ها ما لوله های آب را پیدا کردیم که یک 200 لوله حجما گوناگون. یعنی این لوله ها همین دیش را و عموما خط آبی کران را تأمین می کردن. خط آب کران از اینجا در مسافه های 10-5 کیلومتر، یکی از سرچشمه در مسافه های 5 کیلومتر و دیگرش در مسافه های 10 کیلومتر جایگیر است. از همین مسافه ها آب آورده می شد، به واسطه همین لوله های آب آورده می شدن. ما این لوله ها را امسال تحقیق کردیم که به اینجا آب می آمد و ببینید که آب خیلی بلند، یعنی قانونیتی چقدر سرچشمه بلند باشد، همون موافق در همون سطح آب را براوردن شد. بار اول دروازه ها می دانند، یعنی در دیگر یادگاری هایی که ما کشف کردیم مشاهده نمی شود. یوسف شاه یعقوبوف کاری را که شروع کرده است حتما به پایان رسانیده است. میگوید اینجا خانه ای را پیدا کردیم که برای کارهای ستاره شناسی استفاده می شده است. این از آن شهادت می دهد که باشندگان این شهر به پیشگویی کیهانی نیز مشغول بودند. بار اول همین چیزها در آسیای مرکزی فقط در تاجیکستان در همین شهر کران کشف شده هستند. در اونجا همین استرولوگ ها بودن، پیش استرونوم میگفتن، همه استرونوم های نامی نو است، پیش استرولوگیا میگفتن و همون تالاری که حاضر من تالاری چی آبش گفتم نقش رصدخانه را باز میکرد. در اونجا استرلوب، میزی استرلوب است، میزی ستاره شناسی است و در همون دیوارهای همون میز و در داخل میز یعنی چوبی بود که در اونجا نشانه های مثلا سطح زمین و آسمان و ستاره ها و جایگیرشوی سیاره ها در اونجا عکس شده بود. یعنی در دربار یعنی همه خیلی گروهی کلانی ستاره شناسا بودند که درباره گردش ماه و ستاره و آفتاب و زمین صحبت میکردند. خوب بعد دیگر وقت شاه را و دیگر وقت هایی که لازم برای شاه بود، یعنی لشکر کشی، هم لشکر به برار یعنی میابد یا نمیابد یا چه خواب دیده است، تعبیل خواب، خب دیگر چیزها را همون که از لحاظ همون فهمش خودشان و شاه میفهموندن. بار اول در آسیای مرکزی یعنی خانه ستاره شناسی پیدا میشود. بنابراین از همین لحاظ هم خوب کران بسیار نادر است. این مجمع تاریخی در واقع یک چیز بسیار مخصوص و
یگانه هست در کل جهان، تا حدی که من میشناسم، تا حدی که ما باستانشناسان این را یافتیم که این یک شهر است، یک مجموعه است که من جمله شهر است و کاه سلطنتی، ممکن کاه تابستانی شاه بود و همچنین زیارتگاه های قدیمه و این همه و شاید هم علمی و این همه در یک جا در یک جای با دسترسی کم ایجاد کرده و هزارها آدم این را کار کردند در زمانی عتیقه و واقعا یک چیز بسیار عجیب است و ما بسیار تشکر میکنیم از استاد از اکادمیک یوسف شاه یعقوب شاه که این را پیدا کردند و در تایی سالهای اخیر زیاد کار کردند، جزیر زیاد حفریات کردند و این چیزا برای ما کشف کردند و نگهداری میکنند. حفریات نشان داد که مجمع شهر بیش از 32 هکتار بوده، مساحت حدود دیش که مکان زندگی و ماموری شاه بوده است از 1 هکتار بزرگتر است و کلانترین جای نشست شاهان در کوهستان آسیای مرکزی می باشد. شهر از 4 بخش عبارت است. در بخش شمال و غربی در گذشته دور بناهای آن از معبد آتش مقدس و بدن عبادتگاه، میدانهای ورزشی و مناره بزرگ و ده ها آبادانی ها عبارت بوده است. حفریات در خرابه مناره نشان داد که او از مناره مرکزی چارکنجه برابر پهلو و 4 برج مدور و در بین آنها ایوان و از 4 ارک عبارت است. یعنی بنا 5 مناره بوده در معماری آسیای مرکزی امثال ندارد. برج آتش با دوره های خیلی قدیم، با دوره های پیش از گویم که پیدا شدن معبد، همچنین خانه و آتش را در درون خانه انداختن، پیش از این پیدا می شود. اولین معبد های آتش موافق گفته هرودوت در بلندی ها در بالای کوه ها افروخته می شدند. می گوید که فارس ها بنای معبد نداشتند و در جاهای مقدس گاه خود در بلندی کوه ها آتش می افروختند. Ну вот этот памятник, который за нами находится, или монументальное сооружение, нынешние его остатки, 9 метров, предполагаемая изначальная высота 15 метров. Это очень интересный и удивительный памятник, который Юсуф Якубович интенсивно обдумывает. Мы там видим несколько фаз строительства. Мы там видим по монетным находкам, что он, безусловно, начинался в доисламское время. И, судя по архитектурным элементам, другим в пристройках, по крайней мере, он продолжал функционировать, видимо, и в дальнейшем. И вот это вот многослойный, очень сложный, действительно не имеющий аналогов памятник на территории Центральной Азии, который вот скрывает в себе, видимо, очень много исторической информации. Дар ибтидо 20 метр баланди дошт. Холо 9 метр баланди дорад. Яни боқи монда аст. Дар ибтидо ин биноҳои мукаммалкни, устворкни набуданд. Ана гирд атрофаш аркон набуданд. Аркҳо буданд дар ба воситаи санг сохта шуда буданд. بعد این ارک ها را از خشت پخته می سازند. اما از خشت پخته ساختن ارک ها این معنای آن را ندارد که این ها در عصر من یک عقیده پیشنهاد کرده بودم که در عصر میانه یعنی ارک ها از خشت پخته ایواز کرده، ارک های قدیم با خشت پخته ایواز کرده می شوند. یعنی تحقیقات امساله ما نشان داد که همون در بالای معبد
به غیر از مجمر آتش باز یک حوضچه بود از آب، از آبی چشمه. چشمه ها هم خدس حسابیده میشدن. یعنی این چشمه ها رو به واسطه آب چشمه رو که مقدس حساب میشود به واسطه لوله های آب به بالای همون برج برآورده در اونجا یک حوضه بنا وجود داشت که هم رمز آب و آتش، یعنی بزرگداشت هم رودی دایتیا را افاده میکرد و هم بزرگداشت آتش را افاده میکرد. امسال در نتیجه حفریات تعداد حجره های گوناگون تعینات و گوناگون حجم، خوم سنگی و دیگر بازیافته از این شهر قدیمه کشف شده است که خیلی نادر بوده. آموختن و نگاه داشتی آن امر فرهنگی ماست، میگوید پروفسور یوسف شاه یعقوبوف. با دبره های خیلی قدیم نسبت داشتن این پیش از همه خوم سنگین است. خوم سنگین از مرمر سفید تراشیده شده است. قطرش 80 سانتی متر است. چقریش قریب 60 سانتی متر است. حجم در اونجا چی میکردگی قریب 100 کفش آب را در بر میگیرد. این خومی هوم است. هوم است. در پهلویش سنگی چی است؟ طبقی شکسته است که در اونجا نان میپختن و در روزی نماز با هر یک اشتراکشی یک جرعه از هوم میدادن. هوم و یک بریده نان میدادن. این چیزها در عرفیت زرتشت قبول است که هم هوشمندی را زیاد میکند. معین شد که خانه زیست زندگی دوره همو زمانه سر چنگیش ما میگیم به لهجه ما که در سر چنگی همین قلعه که اونا بلندترین قطعهش هست همو جا جای زیست زندگی شو بود است. خانه ها را پیدا کردیم یک حولین کلونه که به همه معنی های مثال گیم که همو دورش بسیار با مموریای خوبی زیادی همون دوره یا این زمانش هم گیریم مموری کرده شده است. در اینجا زیاده از 40 خانه پیدا کردیم. 40 خانه های گوناگون. همه خانه ها دو قبطه بودند. حتی قبط سهیم هم بود. یعنی برای تشکلیابی شهر در کوهستان یگانه یادگاری هست. بنا کنندگان کران خیلی بناکاران ماهر بودند، مخصوصا سنگچینان. چینش سنگ در کران همتا ندارد. میگویید که اینها خشت هستند، خشت پخته هستند که همین خیلی چیگه. ببینید یک صنعت بلندی خوبی یعنی معماری را ما در اینجا چی میکنیم. از لحاظ معماری و ساختمان در سنگ کران جای یگانه میگیرد. تأثیرات بسیار مهمی هم از لحاظ معماری، از لحاظ ارکیتکتور و هم یافته های یگانه، مثلا این کچل های دیگ های سنگی که یک نمونه کلش یافته شد بسیار مهم است. و همچنین کارهای رستوراسیا، کارهایی که مثلا اینجا ساختند در بالای این آتشگاه با عقیده اکادمیک یعقوبوف بسیار مهم است. میدان چوگانبازی سینجا. این نمودی ورزش از همان دوره شکل گرفته و کامل شده است. حالا باشد این نمودی ورزش را پولو میگویند و مسابقه های بین المللی نیز برگزار میگردد. میدان چوگانبازی شهری کران نیز خیلی بی‌نظیر است. میدان چوگانبازی 300 متر درازی دارد، 50 متر پهنی دارد. در هر یک گوشش برای دم گرفتن اسپا هر یک مثال 5 دقیقه در بازی چوگان اسپا ایواز کرده می شود. یعنی همین جای چی هست؟ جای نشست شاه و تماشاگاه ها دارد. عموما تماشا جای کران یعنی آمفی‌تئاترش یکی از انشاءات های بزرگ حساب می شود. یکی از انشاءات های بزرگی معماری حساب می شود و نادر است. و میدان چوگانبازی یگانه میدان است که به شکل اصلی امروز باقی مانده است. اگر ما اون را امکانیت داشته باشیم حفریات کنیم، این یکی از نادرترین چی می شود. عقیده هست که گویا که آمفی‌تئاتر را به آسیای میانه یونانی ها آوردند، لیکن آمفی‌تئاتر کران
این هزار سال پیش از آمدن اسکندر مقدونی بود. قدری هر سنگ چو فرهنگ گران است اینجا، چشمی هر خیش چو مادر نگران است اینجا. چی عظیم و چی قدیم و چی جوان است اینجا، و قدمگاه بلندی پدران است اینجا. آسمان شهر بهشتی کران است اینجا. عصرها بود بشر مهد اوستا می جوست، اثری قبله زردوشت به هر جا می جوست. بدیل خاک سیاه حل معما می جوست، همه اسرار کهن فاش و عیان است اینجا. آسمان شهر بهشتی کران است اینجا. دوش علامه قناعت که بزرگ آن باشد، گفت معنی کران شهر بزرگان باشد. کرنه و کرگس و کر و فر از اینجا باشد، سندی کر و فری ملکی کیان است اینجا. آسمان شهر بهشتی کران است اینجا. داشت تاجیک از اول خط و عنوان بلند، وطنش شهری بلند و در و دیوار بلند. کوه بر کوه نهادند نیاکان بلند، نه به تعبیر به حق بام جهان است اینجا. آسمان شهر بهشتی کران است اینجا. گفتن ممکن است که کران باقی مانده شهر بوده، دارای همه علامت های شهری عصری میانگی است. قسم های شهر در دوره های گوناگون تاریخ به وجود آمده است و شهر گنبده کران در ناحیه درواز صحیفه نو از تاریخ گذشته خلق تاجیک می باشد.